من یه محاسبه بهتون یاد بدم، یه شیوه محاسباتی. بچه ها به این اعداد دقت کنید. 10, 100, 1000 و الاخر. 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 الاخر. شما الان میخوای اینو تقسیم کنی. 5 به کدوم این اعداد نزدیکتره به 10؟ خب 5 ضرب در 2 میکنی میشه 10. 23 هم ضرب در 2 میکنی میشه 46. این میشه همون 4 و 6 دهم. میگه خب آقا همون قبلیه بهتر نبود؟ صورت ضرب در 2 ممیز بزن. اصلا همینه. ولی مثلا اگر بچه ها خواستید یه همچین چیزی رو محاسبه کنید، 13, 25. حالا اینو چیکار کنم؟ نمیان دوباره صورت رو ضرب در 4 بکنید 2 تا ممیز بزن. آقا خب شیوهشو یاد بگیر. 25 به کدوم اون اعداد نزدیکتره؟ 10, 100, 1000 به 100. 25 در 4 میشه 100. 13 در 4 میشه 52. پس میشه 52 صد. منظور اینه. سعی کنید پس مخرج، خب یه حالت خاص محاسباتیه دیگه، مخرج هایی که قابل تبدیل به 10 و 100 و 1000 هستن رو سری مخرج رو به اونا تبدیل کنید. صورت هم همینطور باید خود کسره به دست میاد. پس پاسخ من شد 4 ممیز 6 دهم، یعنی گزینه شماره 2. پس تو مسافت حساب میکنیم لنگ چقدر راه رفته، تو جا به جای ابتدا رو وصل میکنیم به انتها، و اینطوری میتونیم از روی یک مثلث همه چی رو به دست بیاریم. بریم پس اینجا تست شماره 6. تست شماره 6، بسم الله، شما حلش کنید ببینم چی میگه. مسیر رو بهتون داده، انگاری ایشون از من اینو توضیح بدن، ایشون انگاری از نقطه آ اومده به اینجا، بعد یه تیکه منحنی اومده اینجا، دوباره یه منحنی اومده اینجا، بعد رسیده به نقطه B. پس مسیری که طی شده اینه. این منحنی میشه ربع دایره، 1/4 دایره. اینم باز 1/4 دایره. بعد یه مسیرم اینجوری اومده، حالا 20 سانتی هرچی که هست. سوال آخرش میپرسه بگید مسافت طی شده چند سانتی متر بیشتر از اندازه جابجایی عدد پیرم بگیرید. 3. بسم الله. 1 دقیقه و 20 ثانیه وقت دارید، حلش کن.
Nhìn thấy cái màu nữ về tôi bật bật điện lên lại lé nhà... chưa lấy được à? Nhà đi về đây càng ngày càng tối rồi.